و اما در ایران تندروها در مجلس شورای اسلامی با گزینش محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به ریاست مجلس که همکاری با سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد کنترل بر قوه مقننه را بیشتر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپول عباسی. مجلس 11 کار خود را با حضور طیف گسترده ای از نمایندگان محافظه‌کار نزدیک به رهبر آغاز کرد که با بدبینی و انتقاد نه تنها فعالان مدنی بلکه اکثریتی از مردم ایران همراه بود. رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مستقل توسط شورای نگهبان، سرکوب شدید معترضان در آبان و دیماه سال گذشته، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی مردم را از انتخابات این مجلس دور کرد. منتقدان و مخالفان در این حال مجلس را نهادی فرمایشی و آن را متأثر از حکمهای آیت الله خامنه ای و فشارهای پنهان نهادهای امنیتی توصیف می‌کنند که وجودش تأثیری در روند بهبود زندگی مردم و سیاست‌های داخلی و خارجی ندارد. اکنون با نشستن آقای قالیباف بر کرسی ریاست مجلس فضا برای اعمال قدرت تندروهای حکومتی بیش از پیش فراهم شده است. در این میان قتل ناموسی یک دختر 14 ساله توسط پدرش موجی از اعتراض‌های شدید مردمی را در پی داشته و مجلس برای تصویب لایحه‌ای که با اعمال تدابیر و مجازات شدیدتر علیه عاملان قتل‌های ناموسی منجر شود زیر فشار است. طبق قوانین جاری حداکثر مجازات برای مرتکبیت قتل‌های ناموسی 10 سال حبس است. شپول عباسی، صدای آمریکا.